میترا واسقی هستم و جواز پارسی با برنامه پرشن بیزینس اوارد و باز هم در ادامه معرفی افراد و مشاغل موفق پارسی زبان از سراسر دنیا امشب در خدمت میهمان جوان و بسیار فعالی هستم از ایران، خانم فروغ آریامنش. خیلی خوش اومدین عزیزم و ممنون که دعوت منو پذیرفتید. سلام میکنم خدمت شما و همه کسایی که برنامه رو میبینن. ممنونم از این که من دعوت کردین و این فرصت رو در اختیار من دادین. هستم در خدمت. خیلی متشکرم، مرسی. با خودتون شروع میکنیم که چه سالی به دنیا آمدین؟ چون خیلی جوان هستین برای موفقیتی که دارین، و کجا متولد شدین و از رشته تحصیلیتون، دانشگاه و شغلی که مشغول هستین لطفا بفرمایید. حتما. من متولد 1374 هستم، 25 سالمه، ایران متولد شدم، تهران، ولی خب یه تایمی رو ایران نبودم، هند زندگی کردم. و در مورد رشته تحصیلی، پروسه تحصیلی من خیلی پرپیچ و خم بود. من هم یه کارشناسی شیمی دارویی خوندم، بعد به خاطر علاقم دوباره کارشناسی ادبیات انگلیسی خوندم و از 17 سالگی هم مشغول به تدریس زبان انگلیسی بودم تا یک سال و نیم پیش که احساس کردم که خیلی به کار مهاجرت و کار حقوقی علاقه دارم. شروع کردم به کار مهاجرت و توی دفتر مهاجرتی مشغول به کار شدم. الانم دارم ارشد حقوق بین الملل میخونم. خیلی هم عالی. فکر میکنم از هر رشته خلاصه یه تخصصی دارین و یک مدرکی دارین. بسیار عالی. در مورد کارتون بفرمایید. فرمودین که ابتدا با تدریس شروع کردید. بله، عرض کردم. از شروع کارتون. من زمانی که از هند برگشتم، که خب تقریباً همون 16-17 سالگیم بود، رفتم آموزشگاه شکوه برای که تعیین نصب بشم که یه دوره فری دیسکشن شرکت کنم برای که زبان انگلیسی یادم نره. چون که خب من وقتی که رفتم هند هیچی زبان بلد نبودم و حتی زمانی که ایران بودم، مثلا پیش دبستانی دبستانی بودم، اون شعرهایی که حتی تو مهد کودک اینا بچه های شعر انگلیسی حفظ میکنم، من همونها رو یاد نمیگرفتم. و هند که رفتم یهو رفتم سر کلاس اول نشستم، بعد ریاضی و علوم و اینا رو همه رو به زبان انگلیسی میخوندم. خیلی سخت بود، ولی خب خیلی سریع راه افتادم. بعد از اینکه برگشتم ترسیدم یادم. آموزشگاه شکو گرفتم، من تعیین سطح کردم، گفتن نسبت به 16-17 سال سطح زبان خیلی بالاتر از همسناته، نمیتونی بری سر کلاس بشینی، بیا در واقع تیچرز اسیستنت باش. بعد اینجوری شد که من تقریبا یه 6-7 ماهی کیدز درس دادم و اسیست حالا مدرسا بودم که حالا ساب تیچر میخواستن یا حالا مرخصی میخواستن، من به جوش میرفتم سر کلاس. تا بعد از 6 ماه دیگه افتادم توی پروسه دوره تی تی سی گذراندن و تربیت مدرس گذراندن اینها و شروع به کار کردم. حالا این یه نکته جالبی که در اینه که با توجه به شرایط خانوادگی که من داشتم، پدر من اصلا دوست نداشتن که من از 16 سالگی شروع به کار بکنم و اصلا اجازه به من نمیدادن که من مشغول به کار بشم. و من تقریبا یک سال و نیم به اسم این که دارم میرم کلاس زبان و کلاس آیلتس میرم داشتم کار میکردم و معلم بودم. وقتی هم با متوجه شد که من معلم کلاسم، حالا بعد یه سال میگه آروم آروم بهش گفتم، خیلی شاک شده بود که کی به تو کلاس میده با این سن، تو چجوری معلم؟ ولی خب آره دیگه، اینجوری شروع شد. بعد هنوز هم تدریس زبان رو ادامه دادی؟ الان مشغول به تدریس هستی؟ من تدریس رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هر رنج سنی که کلاس به من میدن، حالا چه بچه، من شاگرد 3 ساله داشتم، شاگرد 80 ساله هم داشتم و همیشه زمانی که سر کلاسم و تدریس میکنم احساس میکنم که خیلی زندم، یه احساس پویایی و زندگی به من میده. به خاطر همین همچنان با اینکه واقعا من تا ساعت 7-8 شب شرکتم و الان کار مهاجرتی میکنم سر کارم، ولی بعدش سعی میکنم کلاس های آنلاین رو داشته باشم تا ساعت 12-1 شب، از وقت آنلاین کلاس دارم و سعی میکنم که اون تدریسم هنوز نگه دارم. بیشتر الان کلاس های فری دیسکاشن و کلاس های هستش که برای آیلتس یا برای آمادگی مصاحبه سفارت تو اینها هستش، ولی خب سعی می‌کنم که باشه همیشه چون که خیلی دوستش دارم. بله، این علاقه فکر میکنم که بیشتر شما رو نزدیک میکنه برای اینکه کار خیرخواهانه هم انجام بدین. من توی اینستاگرام دیدم که آموزش های رایگان هم دارید، درسته؟
دقیقاً این آموزش رایگان بحثش از پارسال شروع شد که یهو دورای کرونا شروع شد و شرایط خیلی بدی داشتیم توی ایران. بعد من خیلی ناراحت شدم از این که چون من از حالا تقریباً 8-9 سالی که سابقه تدریس دارم 4-5 سال سوپروایزر بودم توی آموزشگاه علاوه بر اینکه تدریس هم می‌کردم. و خب توی اون شرایط چیزی که من مشاهده می‌کردم این بود که ما کلی ثبت نام کرده بودیم زبان آموزها رو و یهو کلاس‌ها آنلاین شده و هیچ آموزشگاهی پول زبان آموزها رو پس نمی‌داد. کسایی که بخواستن پولشون رو پس بگیرن و همکارای من حالا یه سری میومد دوره آموزشگاه که شاگردی هزینه جدای بابت ثبت نام تو دوره آنلاین پرداخت می‌کرد. بعد من دقیقاً یادمه یکی از شاگردای من یه روز داشت صحبت کرد واقعا گریش گرفته بود، گفت من مجبورم زبان بخونم ولی انقدر نمیتونم هزینه کنم. بعد دقیقاً پارسال همین موقع من یه استوری گذاشتم توی اینستاگرامم هم که همه دوره‌های آنلاین برای همه سطوح تا پایان شرایط کرونا به صورت رایگان برگزار میشه. بعد پیج من یهو مثلا از حالا اون تعداد فالووری که داشت 3000 نفر یهو یه مرجعی خیلی زیاد نشد و کلاسی که ما آنلاین برگزار کردیم من مجبور شدم از دو سه تا از همکارم کمک بگیرم که کلاسای گروهی مثلا آنلاین با زوم اینا برگزار کنیم 10 نفر 15 نفر و کل دوران عید و من درگیر کلاسای آنلاینم. ولی خب خیلی خوشحالم از اینکه کلی تشکر کردن دعای خیر کردن برامون و دارم از اون زمان تا الان و هنوز هم تدریس رایگان رو برای کسی که واقعا نیاز داشته باشن انجام بدم. بسیار عالی، ایشاله که موفق تر باشین. خب حالا از کار مشاوره مهاجرتیتون شروع کنیم و اینجا رو بفهمید که الان چیکار میکنید و چطور شد که اصلا وارد این فیلد کار شدید؟ من خب به واسطه زبان انگلیسی که بلد بودم توی شرکت مهاجرتی در واقع یکی از وکلای معروفی که توی تورنتو دفتر دارن و کار مهاجرت انجام میدن یه حالت جاب آفری بود که ارائه داده بودن برای کسی که سطح زبان انگلیسی خوبی داشته باشه و بیشتر کارهای اداریشون رو انجام بده، در واقع نامه نگاری و اپلای کردن برای پذیرش‌های دانشگاه که توی دفتر ایرانشون نیاز به چه نیرویی داشتن. و خب من باهاشون شروع به همکاری کردم در ابتدا، ولی توی اون تایم در واقع شرایط به این صورت بود که نیاز داشتن که توی بخش مشاوره هم باهاشون همکاری بشه و این مشاوره ایجاب کرد که من همه در واقع روش‌های مهاجرتی رو حفظ باشم، بلد باشم همه نکاتش رو و چند بارم از من امتحان گرفته شد و چندین جلسه برای من گذاشتن برای در واقع بریف کردن اینها. اینطور شد که من کلن از اون فیلد صرفا توی بخش اداری بودن فاصله گرفتم و دیگه کم کم به جلسات مشاور دیگه یهو دیدم که حسابی درگیری این کار شده. بله بسیار عالی، خوب در مورد این کارتون بفرمایید، استقبال مردم چطوره؟ استقبال مردم، من چند وقت پیش رفتم دانشگاه که مدرکم بگیرم چون من ادبیات انگلیسی ما دانشگاه تهران خوندم. بعد مسئول آموزشم گفتش که شما همه نخبه های ایران داری میفرستی کشورهای دیگه، این کارت اصلا درستی؟ واقعا درصد خیلی خیلی زیادی دارن اقدام میکنن برای مهاجرت، مخصوصا به در واقع کانادا با توجه به در واقع شرایط بسیار بسیار خوبی که کانادا توی دوران کرونا به شهروندش ارائه داد. و تقریبا میتونم بگم که فکر تا چند سال آینده تنها کسی که ایران باشه خودم باشم. ولی خب خیلی هم اقدام میکنم برای که حالا حتی برای چک کردن مدارکشون، دبل چک کردن مدارکشون، حتی کسی که خودشون دارن اپلای میکنن و اطلاعاتی رو از طریق پیج اینستاگرام در اختیارشون قرار داده میشه برای حالا اقدام کردن برای اکسپرس انتری که میخوام اقدام کنم، پذیرش دانشگاه که میخوام بگیرم، میخوام بدونم چطور اپلای کنن. و خب میگم تقریبا میتونم بگم سیل عظیمی بله. البته همیشه گفت متاسفانه و همین که خوشبختانه، ولی انشالله برای هر کسی هر چی که خیر هست براش همون پیش بیاد تو مسیری که داره. خب از نظر من که شما بسیار فعال و موفق هستی، میخوام بدونم با این سن کمتون چطور به این پختگی رسیدی؟ چطور از 16 سالگی
فکر کردین که میتونین فعال باشین، کار بکنین و درآمد برای خودتون داشته باشین، چون همون خودش تشویقی است برای ادامه یه کار. من از تقریبا میتونم بگم حتی 3-4 سالگیم یه روحیه خیلی جنگنده‌ای داشتم و تقریبا اون کاری که یکی که اگر که یه کار رو بهم گفتن نمیتونی انجام بدی، باید انجامش میدادم هر جوری که شده، و این که همیشه هم دوست داشتم که خیلی مستقل باشم و با توجه به حالا یه سری چیزا رو دلم نمیخواد سانسور کنم، به خاطر اینکه دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم، برای اینکه اگر که یکی از اون حالا 1000 نفری که این برنامه رو میبینه شرایطش مثل من باشه، یه خانمی باشه که یه سری به خاطر سنش، به خاطر شرایط خانوادگی یا به خاطر توی ایران بودن یه سری محدودیت ها ممکنه احساس کنه که داره، برای اینکه نتونه به اون چیزی که میخواد برسه، من بتونم کمکش بکنم، بگم خب منم این شکلی بودم و موفق شدم و اون کاری که میخواستم رو انجام دادم. مخصوصا با توجه به شرایطی که من توی خانوادم داشتم، خب خانواده من خانواده کاملا فرهنگی هستم و پدر من استاد دانشگاه، ولی خب بخاطر ذهنیتی که داشت با کار کردن من از سن پایین مخالف بود و با خیلی چیزای دیگه که کلا با طرز فکر به عقاید من جور در نمی اومد، ایشون هم صلاح منو می‌خواست، من خب بخاطر اختلاف سنی تقریبا 30 ساله‌ای که داشتیم خیلی با عقاید ایشون نمیتونستم کنار بیام، ولی همیشه احساس میکردم که باید مستقل باشم. همیشه از بچگیم عادت نداشتم که یه چیزی رو خیلی خواهش کنم، بگم من اینو میخوام، این کار برام انجام بدین، و اصلا اینجوری بودم که مثلا خودم فکر کردم ازشته، مثلا باید خودم به دستش بیارم. و حتی قبل از 16-17 سالگی هم که به صورت رسمی شروع به کار بکنم، قشنگ یادمه که مثلا توی دوران راهنمایی هم حتی یه شرایطی پیش میومد، مثلا من پول لازم داشتم، میرفتم ترجمه قبول میکردم آنلاین، متن دانشجو رو ترجمه میکردم و حالا از این راه اون درآمدی که میخواستم و برای اون هدفی که داشتم به دست میوردم و کاری که میخواستم میکردم. اینجوری شد که تصمیم گرفتم که نه دیگه، به صورت رسمی شروع به کار کنم، حتی یواشکی. ولی بحث این موردی که شما لطف دارید به بنده فرمودید، بحث پختگی و اینها، واقعا من زمانی که وارد محیط کار شدم خیلی چیزها رو ندیده بودم و خیلی چیزها رو نمیدونستم و انگار که همه خواهر برادرم، من همه خاله و عمو دوستم دارن تو محیط کار، هیچ کی قرار نیست که مثلا حقوق تو نده، هیچ کی قرار نیست اذیتت کنه، یعنی فکر میکردم که خب مثل مدرسه که میریم با هم دوستیم همین جوریه دیگه. و واقعا خورده مشکلاتی که من توی جامعه باهاش روبرو شدم یه سری چیزها رو یاد گرفتم و میتونم بگم که شاید اگر که من کار نمی کردم و حالا صرفا دانشجو بودم، طبق روتینش دیگه تا 22 سالگی کار، 22 سالگی کار نمی کردم، بعد بخواستم وارد بازار کار بشم، خیلی شخصیتم با اینی که الان هست فهم می کرد قطعا. حتما همینطور. خب میخوام بتونم که طعم موفقیت از نظر شما چیه؟ با این همه تلاش و موفقیت مطمئنن یک احساس خیلی خوبی نسبت به خودتون دارین، چون ما میخوایم به دیگران کمک کنیم از تجربیات خوب همدیگه استفاده بکنیم. میخوام اون حس خوبی که این موفقیت به شما داده، اگر که میتونین راحت به زبون بیارین برای دوستان ما بگین که اونها دنبال یه همچین هدفی باشن. اگه خیلی دقیق بخوام بگم، میتونم بگم که خیلی از ماها، مخصوصا خانوما و دخترهای جوان، متاسفانه میتونم بگم که اعتماد به نفس خیلی بالایی نداریم، به خاطر مخصوصا به خاطر شرایطی که الان خب توی کشور ما داریم و حالا مسائلی که بود. ولی و من هم نداشتم، من به شدت اعتماد به نفس پایینی داشتم و اولین جلسه که میخواستم برم سر کلاس دست و پا میلرزید، یعنی اشکم داشت در میومد، با اینکه کلاسم کلاس کیدز بود و همه هم بچه بودم، ولی خب خیلی استرس داشتم و دقیقا این استرس به خاطر اعتماد به نفس پایین. ولی میتونم بگم که اون رضایتی که یک نفر بعد از اینکه یک کاری رو که
شاید خودش هم فکر نمی کرده که میتونه انجام بده، انجام میده. اون رضایتی که به دست میاره، اون حس خوبی که خودش نسبت به خودش پیدا میکنه و اون اعتماد به نفسی که خودش نسبت به خودش داره، میتونم بگم بهترین چیزیه که یه نفر میتونه به دست بیاره و بهترین حسیه که یه نفر میتونه داشته باشه. من چند دفعه شده بود که مثلا از من توی پیج اینستاگرامم پرسیده بودن که حالا نظرت راجع به مثلا اینکه توی این سن مثلا شروع کنم به کار کردن چی، یا مثلا یه سری سوالهای این مدلی، یه سری سوالهای این تیپی. و خب من وقتی که مثلا جواب میدادم بهشون یا میگفتم من این کارو کردم، من از این سن شروع به کار کردم، خیلی تعجب میکردم. ولی میتونم بگم واقعا بحث مالی به کنار، بحث استقلالش به کنار، همه این موضوع به کنار بذاریم، فقط اون حسی که آدم از این که من تونستم و اون حسی که فکر میکنه که دیگه به یه جایی بسه که فکر میکنه نشد نداری، نمیتونم نداری، این هم احساس میکنم که اون حس قدرتی که آدم خودش داره بهترین حسیه که یه نفر میتونه داشته باشه. من الان احساس میکنم که اگه شاید یک ماه به من زبان بدن بگن که برو کنکور بده فلان اشتر قبول شو، من در خودم میبینم که این کار بکنه، چون که میدونم خیلی سخته، میدونم که بالا پایین زیاد داره این مسیر، میدونم که خیلی بیدارخوابی زیاد داره، ولی من میتونم انجامش بدم. این من میتونمه توانایی از همه چی برای من قشنگه. درسته. البته شما ته صحبتاتون اشاره کردین که چه مهارت‌هایی داشتین تا به این نتیجه رسیدین. ولی اگر بخواید برای یه دوستی بگین که برای به موفقیت رسیدن چه مهارت‌های شخصیتی باید داشته باشه، چه توصیه براشون دارین؟ جسارت اولین موردشه. من خواهرم 11 سالشه و به اصرار من که اصرار کردم که تو باید موسیقی یاد بگیری، باید بری، به خاطر اینکه تو یکی دو سال دیگه باید انتخاب رشته بکنی و الان دیگه وقت این نیست که فقط بشینی تو خونه درس بخونی، باید کلاس موسیقی بری، باید باشگاه بری، برای نه اینکه بگم باید اینا رو همه رو بلد باشی، برای اینکه به یه دید بازی برسی، برای اینکه موقع انتخاب رشته کردنت توانایی و صلاحیت اینو داشته باشی که انتخاب بکنی که علاقت چیه. چون تا زمانی که تو محیط قرار نگیری اصلا نمیتونی استعداد خودت رو کشف بکنی. من اگر این موقعیت رو نداشتم که من واقعا استعداد زبان دارم، زبان چینی بلدم، زبان آلمانی خوندم، زبان فرانسه خوندم، حتی روسی مدت خوندم، اگر توی محیط قرار نمیگرفتم خواسته یا نخواسته استعداد زبانم رو کشف نمیکردم. واقعا خواهرم بعد از یه دو سه جلسه که کلاس پیانو رفت گفتش که چون یه درس رو یاد نگرفته بود و خوب انجام نداده بود تمرینش و استادش تشویقش نکرده بود، اومد خونه گفت من دیگه کلاس نمیرم. و انقدر من ناراحت شدم و انقدر باهاش صحبت کردم که من خواهش می‌کنم بذار جسور باش و جسارت این رو داشته باش که بری سر کلاس بگی من درس رو نداشتم، این تکنیک رو یاد نگرفتم، برین درس بعدی. قرار نیست که چون یه درس رو انجام ندادی دیگه ادامه ندی، یا اصلا ممکنه که توی پیانو استعداد نداشته باشی، یه ساز دیگر رو دوست داشته باشی، یا اصلا ممکنه که استعداد موسیقی نداشته باشی، اشکالی نداره. ولی خودت رو منع نکنید به خاطر اون ترسی که دارید. برید تو دل ماجرا، یا میشه یا نمیشه دیگه، یا استعدادش رو دارید یا ندارید دیگه، اشکالی نداره. ولی حداقل کاری که خواستید رو انجام بدید. خیلی ها هستن دوست دارن، حالا مثلا باید من تشویقش کردم، ولی خیلی ها هستن دوست دارن یه کار رو انجام بدن، به خاطر اون ترسی که ازش دارن هیچ وقت اقدام نمی کنن و حسرتش همیشه میمونه. در صورتی که شاید اگر که اولین قدم رو برمی داشتن به شدت توی اون استعداد داشتن و به شدت موفق می شدن توی اون کار. به نظر من جسارت داشتن مهمترین چیز و اینکه آدم نترسه از اینکه اقدام کنه به اون چیزی که دوست داره. درست. بله. و اینطور که من متوجه شدم علاوه بر استعداد خوب و زیادی که برای آموختن زبان داریم، خلاصه شرایط خانوادگی هم خیلی کمک کرد که بتونیم توی این مسیر پیشرفت بیشتری داشته باشیم. یا همینطور که مثال زدین مشاور خوبی برای خواهر کوچکترتون هستین. خیلی از دوستان اطراف ما هستن که
نمیدونن باید چی کار بکنن و اینکه موفقیت رو اصلا نمیدونن که به چه شکلی میتونن به دست بیارن. میخوام بدونم کسانی مثل شما که این فرصت براشون پیش اومده چجوری میتونن کمک حالی باشن برای کسانی که یعنی اینکه به اونها کمک بکنن و فرصتی بدن که مثلا مثل شما رشد بکنن. تونستم سوالم منظورم رو برسونم؟ بله، من خودم یه مدت مشاوره تحصیلی هم بود و مشاوره کنکور انجام میدادم. بعد هیچ وقت مخصوصا پایی که حالا کسایی که جوونن و جوونن کوچیکتر از حالا سن منن هیچ وقت دوست ندارن که مثلا شما بیاد بهشون که بیای یه حالت نصیحت مثلا نصیحتشون کنی این کارو بکن اون کارو نکن، کاری که پدر من همیشه انجام داد و همیشه نظر خوب میداد ولی به نفع بیان نمیشد این نظر. اگر یعنی این چیزی که من زیاد دیدم تو خانواده های ایرانی، اگه دکتر نشی بدبخت میشی، این جمله یه که من از دوران طفولیت باش بزرگ شد. ولی من همیشه زمانی که حتی مشاور تحصیلی هم بودم هیچ وقت نمیگفتم این کار رو انجام نده یا این کار رو بکن، همیشه خیلی یا هیچ وقت نمیگفتم، همیشه بودم من تو جایگاهی نیستم که بخوام شما رو نصیحت کنم، ولی دارم کاملا منطقی باهات صحبت میکنم و دارم این مسیرهایی که داری رو، کاری که دوست داری انجام بدی رو، کاری که استعدادش رو توش داری رو، کاری که من بهت پیشنهاد میکنم انجام بدی، دارم مسیر رو برات باز میکنم، دیگه خودت انتخاب کن. بعد از این بعد همیشه هم این موضوع جواب میداد، یعنی همیشه نهایتا اون حالا شاگرد من دانش آموز من بهترین چیز رو انتخاب میکرد. فکر میکنم اگر که هر کسی ندونه که چطور میتونه استعدادش رو کشف کنه یا اصلا استعدادش رو کشف کرده چطور میتونه موفق بشه توی این مسیر یا چی کار باید بکنه، اگر شما بشینی اون مسیر رو براش باز بکنی، اون پستی و بلندی هایی که خودت توی مسیر گذروندی رو براش توضیح بدی، واقعا آدم میشه و واقعا جواب میده و بعضی وقتا انقدر اون فرد متحول میشه که شاید هیچ چیز دیگه نتونه انقدر روش تاثیر بذاره. دقیقا میتونم بگم برعکس چیزی که من هم توی روش تربیتی خانواده خودم دیدم، هم توی روش تربیتی بسیاری از والدین شاگردان. یعنی میگم دیگه این جمله اینجوری تشویق کردن یه نفر برای به زور موفق شدن، شاگرد من گریه میکرد که مامان من مجبورم میکنه من کلاس موسیقیمو مثلا برم، در صورتی که من همون موسیقیه رو با یه روش دیگه به خواهرم در واقع گفتم که حالا اگر که انجام بدی به نفعته و باید اینجوری بشه. ولی خب میگم متاسفانه ما تو ایران داریم و حل نشده هم هستش فعلا با روش های تربیتی ما. یکی از اهداف مهم جواز پارسی آسون کردن مسیر موفقیت و پیشرفت برای بیزینس های امروزه و نسل آینده است. شما فکر میکنین که یک رخداد بین المللی به همراه یک جایزه چطور میتونه در این راستا کمک بکنه؟ ببینید به نظر من این که حالا اون بحث جایزه که فرمودین یه طرف، این که یک نفر میتونه بیاد از شرایطی که داشته صحبت بکنه و بتونه کمک بکنه به رشد خیلی از افراد دیگه که دلشون میخواد، دوست دارن، هر کسی دوست داره موفق بشه و این لطف شما بوده که یه سری از افراد رو انتخاب کردید برای اینکه توی این برنامه باشن و بتونن راجع به مسیر موفقیتشون صحبت کنن. ولی اینکه این صحبتی که من کردم، این مواردی که من گفتم بتونه، میگم حتی به یک نفر کمک بکنه برای اینکه اون فرد هم بتونه موفق بشه و بتونه به اون چیزی که خواسته قلبی خودشه برسه، این به نظر من مهمترین و بهترین پوینت این برنامه است. شاید اگر که اون زمانی که من نوجوان بودم اینستاگرامی وجود داشت، یوتیوبی وجود داشت و چنین برنامه‌ای وجود داشت و من میتونستم بشینم به حرفای یه نفر اینجوری گوش بدم که واقعا بدون هیچ سانسوری از ته قلبش داره واقعا اون کاری که انجام داده و مسیر زندگیش رو میگه، شاید خیلی زودتر از این
به اون چیزی که میخواستم میرسیدم و اون جاهایی رو تو مسیرم که اشتباه رفتم نمیرفتم. و من فکر میکنم مهمترین پوینت این برنامه این هستش که به افراد خیلی 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 زیادی میتونه کمک بکنه برای اینکه به خواستشون برسه. خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون، مرسی از تجربیات خوبتون که به اشتراک گذاشتین. خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین و تشریف آوردین و امیدوارم که در آینده بازم شما رو داشته باشیم. ممنونم از شما، خیلی لطف کردین. متشکرم. خدا نگهدار. میترا باسقی هستم از جوایز پارسی به همراه خانم فروغ آریامنش. ممنون که ما رو تماشا کردین.